تخریب سازی خانه های بود که در سرک عمومی یا روی جاده ها قرار گرفته بود، اما سرکی که وصل شده و در حال بازسازی هست نام خدا سرک پانزی وزیر اکبر خان شروع شده میره الى عقب تپه تپه بی بی مهرو و سرک جمهوریت وصل میشه. و تا میبر نمره را توزیع کنم، مردم در جای بجای کچی کنم، اگر میتر خواه همسایی که نمیتر معلوم شد و حساب معلوم شد که هر کس در مجای باید. این پروژه از طرف شهرولی کابل ساخت ساز صورت میگیره، بودجه از 40 میلیون افغانی است. سا غیر فلانی بودن خانه ما مردم بزرگای قبلا توزیع کرده بود، بزرگای توزیع کرده بود تقریبا 18 سال میشه که ما کت مردم بزرگوی چی کردیم جان کردیم و زمین ما را به مردم شلا. بازم وقت شما بخیر هموطنان مهربان، امیدوارم که خوب و صحتمند و سر حال باشین. در بخش دوم برنامه رسیدیم، قسمت اول دیدیم که تخریب سازی خانه های بود که در سرک عمومی یا روی جاده ها قرار گرفته بود، اما سرکی که وصل شده و در حال بازسازی هست نام خدا یک نمای خاص و یک سرک دوربدراز فوق العاده عالی در این قسمت هم ساخته شده. با انجینر صاحب هشکزای مسئول عمومی قسمت هستن، امروزشون صحبت های میداشته باشیم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. خوب هستین انشاءالله؟ زنده باد. بخیر باشین. در مورد ساحه یادآوری بکنین، در قسمت سرک که ساخته شده در مورد زیاد یادآوری بکنین. پروژه را که شما میبینین از سرک وزیر اکبر خان، از سرک پانزی وزیر اکبر خان شروع شده میره الی عقب تپه تپه بی بی مهرو و سرک جمهوریت وصل میشه. این پروژه از طرف شهرولی کابل ساخت ساز صورت میگیره، بودجه از 40 میلیون افغانی است، از بودجه داخلی شهرولی پرداخت میشه. طول از این سرک 1100 متر است، برز 20 متر، به صورت اساسی اسفالت میشه و دو طرف جوچه کانکریتی پیاده رو دیوارای استنادی تمام امو ضروریاتی که یک سرک داشته باشه این سرک داره. بله، از سرک پانزده وزیر اکبر خان عقب چه وصل میشه؟ چقدر وقت انشاءالله در بر خواهد گرفت که در بر برداری سپرده شد؟ طوری که شما میبینین ما یک قسمت زیاد از زیر دارم، تقریبا 60% زیر اسفالت کردیم، صرف یک اسفالت لایه دوم از این مانده، کار از وقت تقریبا خلاص است. باقی مانده 40% دیگه از این که مانده اینجا هم کار روان است، یک مقدار از آماده میشه بخیر به اسفالت و یک مقدار دیگه شما میبینیم که اونجا خانه‌های غیر پلانی بود، مردم خانه‌های غیر پلانی در مسیر سرک ساخته بودن، فعلا تخریب صورت جریان داره، تخریبشان تا را تکمیل نشده، یک سر تعداد قبرستانی هم است که هم یک تعدادشان مانده دیگه، اونمو پروسا تکمیل شد و از طرف نایه بخیر اونجا ما کار ما را ادامه میتیم تا زمانی که هوا مساعد باشه کار میکنه. بله اینجوری شد. من یک چیز میخوام پرسون بکنم، از نقشه کابل خودتان شاید بیشتر آگاهی داشته باشین، خانه هایی که در دوروبر جاده ساخته شده بود در حکومت های قبلی یا در جمهوریت یا در پیش از اون، آیا اینا آگاهی نداشتن؟ از طرف شهرداری کابل نگفته بودن که سرک جاده عمومی هست و مربوط دولت میشه؟ بله بله، کل از یه خبر داشتن، در جریان بودن، این پلان سرک از سالهای بسیار قبل بوده، حال جدید این پلان ساخته نشده، کلشان آگاهی داشتن و خبر بودن و یک تعدادشان اونا به رضایت خود خانه خودان تخریب کردن، در عوض پس اینجا برشان در پلان است که پس نمره برشان داده شد. دقیق معلوم است کدام سایه را برای اینا نمره میتن؟ همین سایه در مجموع نمی هر کس در هر منطقی در منطقیش، مثلا قسمت شیرپور در شیرپور میتن همه قسم میشه قسم اینجا که از تقریبا 170 خانه است، این 170 خانه غیر پلانی است، سایه است که مقصد مردم غصب کردن، دیگه شهرولی پلان داره که ایره برشان پلانی بسازه نمره بندی بکنه و به کل از یا نمره در نظر گرفته برشان. بله، چقدر میتونه تاثیرگذار برای فرهنگ سازی یا برای که رشد کشور ما و برای اقتصاد کشور ما داشته باشه؟ جدا بسیار زیاد شما میبینید در منطقه که آباد میشه در اونجا تغییرات بسیار زیاد دونما میشه، اون منطقه با یک سایه تجارتی تبدیل میشه، در زمانی ازدهام ترافیکی کاسته میشه،
و این خانه را که شما میبینین همه کوچه های تنگ و غیر منظم می که پلانی شود، همین نمره ارزششان دچن بالا میره. ما میخوایم پیامتون رو بشنویم برای تعداد کسایی که خانه هایشان هنوز هم اعلان نکردن و گفتن اینجا رو میخوایم بشنویم. برای تعدادی که خانه هایشان در مسیر سرک هست، پیام مهمی است که با شهرواله کابل همکار باشن. همین پروسه تقریب خدوان یکمک سریع کنن که تا پیش از زمستان ما این کار سرک برشان تکمیل بکنیم و با شهرواله همکار باشن. تشکر از شما انجینر صاحب. تشکر از شما. حرفای خوب انجینر صاحب هشکزای هم شنیدیم و در قسمت قرار داریم. نام خدا خیلی جدی فوق‌العاده عالی جور شده که شما هم در تصویر میبینین و انشالله همراه مردم منطقه هم یا مردم محل هم صحبت میداشته باشیم، در ادامه همراهی من داشته باشیم. همتران و مهربان، قسمی که شنیدیم با انجینر صاحب صحبت کردیم در حال بازسازی سرک عمومی از شیرپور تا قلعه موسا هستن تپه گوراب و با برادر ما که باشنده محل هستن صحبت می‌داشته باشیم. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر. قیس هستم از میسخایه. دکاندار هستن اگر اشتباه نکنم؟ بله دکاندار. دکان خودت نزدیک است که در نقشه برای بدن. در نقشه ما تو معلوم هست که در نقشه چپا میشه یا که خیر؟ چپا میشه در پیاده رو میره کمتون. پیاده رو میره چرا دکان ما اون طرف بود از اون طرف پس دوباره کی سومد میسنم داد پدراو میرا دیگه این کارشون خوب است. کرا میکنی یا خانه از خود است؟ فعلا خود فکر کو خانه مردم است. اها همه تو سیستم تو جان نه که میرا تو سرک میرا همین جا است. بله بس چیز سرک از دیگه کارش خوب است. سرک جور میشه. یک مشکل دیگه که است نمی که همین شارواله مثلا که این سرک ها را جور کرد امیر مردم ده صحیح توزیع کنه نمره مردم بتا بعض مردم دور خانه ایشان چپه شده یک اتاق صحیح نداره کلش هم تو درا مانده و تو در نمره را توزیع کنم مردم در جای به جای چی کنه اگر میتا خو هم صحیح که نمیتا معلوم شه حساب معلوم شه که هر کس در جای وای جای خود برای شما چیز نگفته ای چیز نگفته فقط گفته که چپه کنید ها فقط چپه اینو می کارو چپه سر خودتون است سر خود دکمه چپه را خودمو کردم سر خودتون است ها چپه را خودمو کردم بلال به دوباره پس می نقشای مردم را جور کنم مردم در جنجال کلگی در خانه فکر کو کرد یکی بیکاری دیگه نی جنجال زیاد است. بله چقدر از شما در نقشه ده؟ از ما یک چهار متر چهار متر رفت چهار متر آه چهار متر رفت بخیر باشین سلامت باشین تشکر از شما وقت سلامت باشین تشکر همراه من داشته باشین همراه دیگر ها هم صحبت بکنیم همتران مهربان با حاجی صاحب بزرگوار هستیم که در قسمت سرک پانزی و زرک برخان لاقلای موسا هستند و در حال بازسازی جاده ها هم هستند اما باشنده محل هستند هم روشن صحبت می داشته باشیم. السلام علیکم. و علیکم. حاجی صاحب خوب هستین؟ شکر شما. بخیر هستین ان شاء الله. اشتباه خو نکردیم باشنده محل هستین. بله بله. چند سال شده اینجا هستین؟ تقریبا 35. 35 سال. کم چیز اضافه. بله چیزی کم این چیز اضافه جاده ای که وصل میشه با طرف قلعه موسا چقدر خوشحال هستین در این آرود صحبت بکنید سن ما خوشحال نیستم بلکه تمام میکه خوشحال هستم این سرک بنا تمام شهر کابل است بیروبار سرک ها کمیشی تقریبا 14 متر عرض داره که دو متر از یک طرف دو متر از دیگه طرف را تو همه داره بله شهر و بور و مرور شهر هم کمیشه و مردم من بسیار خوش هستم بله فهمیدی؟ قبلا نمی سرک هیچ کس تیر خدا نمیتنه نه حکومت سابقه تیر خدا نمیتنه نه سابقه پیش سر از تیر خدا نمیتنه همین طالبه که همه بزرگ خدا بزرگ این طالبه همین سرک تیر خدا بختار بله و من جریان داره که شما من به چشم سر خود میگیم چی تعداد خانه ها اینجا تخریب شد و چقدر مردم آسیب دیدن برای مردم وعده دادن یا خیر شما که مردم با بحل هستین آگاهی دارین؟ نه خانه تخریب و قدر تخریب نشده این تقریبا 10 سال میشه که این منطقه غیر پلانی بود پلان شده تا سابقه رئیس جمهور امر داد امر پلانی را دادن نمیجا منطقه شیرپور است و اساسی نقشه و پلان بود 171 نمره است در منطقه از جمله 171 نمره
161 نفر در اینجا جای بجای است به قدر اندازه به زمین که تقسیم کرده و 161 خانه مکمل نمره رسیده. همین خانه که تخریب شده و یوازی چند در اینجا نمره داره. این طور نیست که او را از اینجا جواب داده باشه و دولت زمین پس در اینجا نمره داره؟ پس در اینجا جای بجای شده هیچ مشکل نداره. همین سرک 3-4 سال پیش به خاطر این سرک برامده نمیتونه ما همین سرک قرار برشین لکم تقریبا 7-8 خانه قبلا برشان الله قدم یعنی چه خانه بالاتر دو جاست و دمو سری سرک بود برای لوک سر سر نمره هم دار سری سرک بود و نمره کم زرا چی کده خانه شما اونجا سوچ سر خانه ما اون رو برو که میبینیم خانه ما خب شما خو ان شاء الله زیر نشه نرفته نه نه ما نقشه نیست ما اول د پلان د نقشه سرک تیر میشه د پلان بود سرک د پلان تمام کوچه ما د پلان نظر به پلان اصلاحی نقشه شده کوچه پری معلومه است کوچه عمومی معلومه است بعض مؤسسات یک تعداد مردم یک قبلا با اساس این پلان خانه خود عیار کرده جور کرده تخریب نه 35 سال تعداد خانواده‌ای که در بین سرک جور کرده بودن اینا آگاهی نداشتن که اینجا مدن خانه جور کردن قبلا این تو پلان نبود که پلانی نبود یا غیر پلانی بود صاحب غیر پلانی بود صاحب غیر پلانی بود خانه ما مردم بزرگای قبلا توزیع کرده بود بزرگای توزیع کرده بود تقریبا 18 سال میشه که ما کچ مدن زورگوی چه کردیم جان کنیم از زمین ما را به مردم چلاش خانه دادن با ما یک تو شش یک خانه است خانه ما را به چلاش نپات تو جک دادن و پنج بیسپا و شش بیسپا گرفت بود ما بدونیم بیسپا خانه است کجی اما مردم ما نمیماندند او وقت ما رجوع گویا و گویا بودن که جز نمیدادن سراغ یا باچه گویا سرک هم نمیمانه که سرک تیر شوه و در زیبن کلای شیرکور یا کلای تاریخی بود اون زور گویا کستان چی کده نمره کده پلان کده توجیه کرد به کمندانه خود توجیه کرد بخیر باشه نوسف تشکر بخیر تشکر از حرفای تو و از حرفای شیرین جان چای نوش جان پلان کم نسو در یک جان تشکر بخیر باشین بچه‌ها مهربان سلامت باشین همراه ما داشته باشین ان شاء الله همتران مهربان قسمه که در گزارش ما دیدین و صحبت های مسئولین و همچنان مامایی که در مربوط موقعیت می شدن همراهشون صحبت های داشتیم و شما هم می بینین که به گفته خودشان جوشه جور شده و در حال جور شده بازسازی هسته و همچنان جاده پیر قرریزی شده و چه ساخته شده و قسمت آبریزیشون هم مد نظر گرفته شده و یک جاده که هست که خیلی سهولت ها را می تونه بربار بیاره و در زمین سابق که می آمدین قسمت ها می بینین سنگ های موانی هست که چهار سمت بود نمی تونه شدن داخل کوچه شوی و امروز همچنان کوچه باز شده و در زمین که باز شده و یک سرک عمومی بر روی مردم هم هست که می تونه از قسمت رفت آمد بکنن و خیلی خوب یک سرک وصله که می تونه خود کسایی که از قلعه موسی طرف از رگبرخان کار داره سابق از طرف شارنو می رفتن بسیار فوق العاده بیروبار بود اما این سرک سهولت های زیاد می تونه به بار بیاره بیروبار کمتر میشه و همچنان یک زیبایی خاص داره در این منطقه و ان شاء الله یک بازارک خیلی خوب هم گفتن جور میشه در سمت دنبالمون بکنین و گزارش ما رو ببینید باشین